سلام بر همه. با امید سعادتمندی تان حسنا هستم و برنامه سراچه را شما بیننده هستم و امشب مهمانی دارم که کشمکش ها و زد و بند های سران حکومت وحدت ملی را در روزهای آخر حکومت بیشتر ساخته، غنی برطرف کرد و عبدالله هم رد، تا اینجا که این بزرگوار را به سارنوالی هم معرفی کردند. امشب مهمان ما سبقت احمدی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه را با خود داریم. لطفا به افتخارشان. سلام علیکم، صحت شما خوب است؟ چیال دارین؟ شما خوب هستین؟ شکر که جور هستین و صحتمند. بفرمایید. صحت شما چطور است؟ سلام، سلام. سلام به شما و دوستانی که اینجا هستن و بینندگان تلویزیون طلوع. سلامت باشین. از اینجا آغاز میکنیم که سبقت احمدی کی هست؟ میخواییم بیشتر بدانیم دربارش. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از قندوز هستم، از شهرستان خان‌آباد و بیشتر عمرم هم در قندوز گذشته. البته جدا از این که به خاطر جنگ هایی که در افغانستان بود، بعضی اوقات در بیرون از کشور هم بودیم و تحصیلات ابتدایی را تا دوره لیسه در قندوز و تخار بودیم و دوره دانشگاهی هم هندوستان درس خواندیم. بسیار خوب، کدام رشته را خواندین؟ علوم سیاسی. علوم سیاسی. به سارنوالی معرفی شده بودین، سر زدین؟ بله، بله، با نامه‌ای که فرستاده شده بود به روی سارنوالی و از آدرس وزارت خارجه و در اونجا اتهاماتی بسته شده بود که به ما هم جالب بود. اتهاماتی که البته مسئله امنیت داخلیش که یک کسی را ما داریم به نام انس حقانی، مسئله امنیت خارجیش حداقل تا حال ما کسی را نمیدانم. من به هر دوش متاسفانه متهم بودم و اتهامم از این اشد گرفته بود که ما از آدرس وزارت خارجه از برنامه صلح حمایت کردیم و البته این چیزی است که مردم افغانستان هم میخواهند و ما هم به عنوان یک فرد و اونجا هم به عنوان کسی که مسئولیت داشت باید سیاست خارجی را پیشکش میکرد و سیاست خارجی وزارت خارجه، دستگاه سیاست خارجی افغانستان، وزیر امور خارجه و همچنان 50% حکومت که شامل ریاست اجرایی میشه، آقای دکتر عبدالله از برنامه صلح حمایت کردن و ما چیزی بیشتر از این نگفته بودم. ای که اونا معرفی کردن، خودشان باید پاسخ بگوین که مبناش چیست. پا ما هم جالب هست و از این بیشتر بوی استبداد میاد، چیز دیگری نیست. از دکتر صاحب عبدالله تا چی اندازه به عنوان کسی که در حکومت وحدت ملی شما هم کار کردین، چقدر راضی هستین از کارشان؟ ما چیزی را که میخوایم اینجا بگیم، دکتر صاحب عبدالله یک سیاستمدار زیرک با حوصله و در عین حال مردمی است. طبیعتا هر سیاستمدار پایین و بالا را دیده داره در کارهاش و در عین حال به نظام باورمند هست و به مردم سالاری، چیزی که ما برش کار میکنیم، و به صلح افغانستان. ما طبیعتا صلح با شرایطی که از پیش تعیین میکنیم نمیتونیم به دست بیاریم. بله، باید صلح قربانی داشته باشه و البته مسئله دستاوردهای 18 سال پسین مسئله دیگه هست، اما قربانی ممکن است یک کسی در رأس حکومت دیگه نباشه و به خاطر بقای افغانستان و همچنین به خاطر خوبی مردم ما باید به چنین مورد طبیعتا هر سیاستمداری باید تن بده. بله. و ما امیدوار هستم که آقای دکتر عبدالله به اهدافی که تعیین کرده برسه. میخوام یک مورد برتان اشاره بکنم. شبی که از رسانه ها مصاحبه من پخش شد و من دقیقا چنین چیزی گفتم که ما از هر کشوری که ما را برای رسیدن به صلح کمک میکنه استقبال میکنیم و امیدوار هستیم پاکستان گام های عملی به خاطر کمک به صلح افغانستان برداره. ساعت فکر میکنم 6:30 بود، من از دفتر بیرون شدم، در راه بودم، یکی از دوستام زنگ زد، در حکومت است، موقف کلانی داره، برای من گفت که
من شورای امنیت بودم و در اینجا گفته شد که هر کاری که میتونید در مقابل ازی بکنین. در مقابل شما؟ بله. ما گفتم چطور؟ مرا گفت که فقط ما میخواییم که مواظبت باشی. ما مجردی که خانه رسیدم، معاون ریاست عمومی امنیت، معاون اپراتیفیش به ما زنگ زد. من از قدیم او را میشناختم. او گفت که چطوری چیزها را گفتی اینا. من گفتم خب پالیسی وزارت خارجه همی است. ما آمر مستقیم وزیر خارجه است و چیزی بدی هم نگفتم اتفاقا. و اگر مسئله همی هست، من بار بارم تکرار میکنم. خلاف منافع ملی نبود؟ نه. من میخوایم چیزی را که بگویم این بود که آهسته آهسته ای صداش تندتر شد و ما قابل باور نبود. یک بار گفت ما گرفتار میکنم. در جریان صحبتتان؟ بله. گفت ما تو را گرفتار میکنم. به می لحن؟ بله. ما قصه کس هم نیستم. بعد ما هم تند شدم. چیزهایی که لازم بود برش گفتم و برای ما گفت که فردا قرار است و گفت که ما گفتیم ما میال بموین سیاسی امر کردیم که فردا یک نشست خبری بگیره و خودت واکنش نشان ندی. ما گفتم چیزی که مربوط به ما میشه و یا مربوط به وزارت خارجه میشه، شما مطمئن باشین که من در این مورد واکنش نشان میتم. در این مورد هیچ تردیدی وجود نداره. اگر باز برعکس گپای دیگه می باشه مشکلی نیست، چون ما موقف وزارت خارجه را بیان کردیم. البته پس از امی گپ بود که مرا گفت گرفتارت میکنم. فردا شنبه بود. اتفاقا اولین توییتی که آمد از آدرس ریاست جمهوری که گویا ما آقای صدیقی، بله، که گویا ما حرفای شخصی زدیم که بعد ما به جوابش چیزی نوشتم. دیدگاه شخصی خودتان را بیان کردیم. بله، در حالی که دیدگاه شخصی نبود. متاسفانه یک چنین برخورد خلاف چیزی است که ما تصور میکنیم یک نسل تحصیل کرده که خودشان تحصیل کرده میگه حداقل باید این موضوع را بدانه. شما یک جا که به عنوان سخنگو کار میکنین، طبیعتا کسی هست که در اصل شما قرار داره، شما متعهد اول به هموی دار هستین، پس بله. از اون موارد دیگه که پیش میآید و طبیعتا مسئله حکومت وحدت ملی، البته در عین حال منافع ملی افغانستان، منافع ملی افغانستان را هم تاکید میکنم برای صلح هست و این کی در اصل می آید فرقی نمیکنه. ما باید به صلح برسیم، این تلفات باید پایان پیدا بکنه. به هر حال فرداش که من دفترم آمدم، متاسفانه یک موتور هایلکس مرا تا دفتر دنبال کرد و ما بسیار جالب بود که امنیت ملی افغانستان به جایی که بپردازه به اینکه تروریست ها را دنبال بکنه و بپردازه به این که امنیت مردم افغانستان بگیره، میخواد یک کسی را که در این حال سخنگوی سیاست خارجی کشور هست به یک شکل بترسانه که قطعا ما این حراس هم نداشتم. یعنی میترسیدن تصمیم فرار نداشته باشه این آقای بعدی؟ شاید ما چیزی فرار نمیکنم. ما اتفاقا عقبه خانوادگی ما میخواییم کمی بگویم که ما پدرم از مجاهدین بسیار خوشنام شمال افغانستان بوده، امیر جهاد در زمان جهاد بوده و پس از او هم در دور مقاومت هم ما در قندوز، پس از او هم در تخار بودیم. البته او زمان ما کوچک بودم، بچه بودم، اما پدرم جبهه داشت و پس از او هم یک دور وکیل پارلمان بود، آل خدا بیامرزدش. ما عقبه خانوادگی ما بگونی است که حداقل زمانی که ما تولد شدم زمانی بوده که خانواده ما از قریه ما فرار کرده بود. یک جای به نام لالکه است در خان آباد کندوز. ما اونجا تولد شدیم اتفاقا در زمانی که روزها بمباردمان میکرده. مسئله فرار نیست، ما همینجا میمونیم. کسانی فرار میکنن که از غرب آمدن، ما مطمئنم هستم همونطور پس میرن. بله. به هر حال فردایش پس از او البته از آدرس وزارت خارجه به قسمی که معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت گفته بود که ما امر کردیم، گویا به مو شکل معین سیاسی هم یک نشست خبری داشت و در اونجا گفت که کسی ابزار انتخاباتی قرار نگیره، که ما در اون مورد هم چیزی نوشتم پاسخشون. که فرداش گذشت، پس فرداش به خانه بودم، اتفاقا دفترم نرفته بودم، که یکی از دوستام در واتساپ یک تصویر فرستاد. باز کردم که یک توییت است که ما برکنار شدیم. با ما یک چیز غافلگیر کننده نبود. من میدانستم که یک چنین برخوردی را حتما با ما میکنن و پس از او هم که اعلامیه رئیس اجرایی آمد و البته ما در اینجا نه به خاطر خودم، اما واقعیت همی بود که اخلاق سیاسی کلان ایجاب میکرد.
که شما پس از انتخابات و البته در جریان از اینکه بفهمین یک آدم آمده و نظر دستگاه سیاست خارجی را بیان کرده، من نمیشد که من خودم بیایم یک چیزی از خودم بسازم یا کسی از بیرون وزارت خارجه برای من بگوید که شما چون این چیزی بگوین، این به ما قابل پذیرشم نبود و طبیعتاً وزارت خارجه منافع ملی افغانستان حکم میکرد. البته دستگاه سیاست خارجی افغانستان تشخیص داده بود که صلح به نفع افغانستان است. بله. 50% حکومت وحدت ملی چنین میاندیشید و من هم سخنگوی وزارت خارجه بودم. بله. طبیعتاً من بیان کردم و پیامدش هم میپذیرم، مشکلی نیست و من بسیار خوشحال هستم از اینکه حداقل ما کاری را که باید انجام میدادم انجام دادم. این سخنهای ما ادامه دارد. دوستان عزیز، آقای سبقت احمدی همراه ما هستند در استودیو و همراهی شما را هم خواهر هستیم. با ما همراه باشین تا لحظات میریم بر یک وقفه، برمیگردیم و همراهیتان هم میخواییم. ممنون از اینکه همراه ما هستین در برنامه سراچه که جمعه شب ها از طریق تلویزیون طلوع شما بیننده می باشین با مهمان های مختلف که امشب هم آقای سبقت احمدی را در برنامه داریم. سخنگوی اسبق بگویمتان یا نگویمتان؟ از این بگویم. مالی شما. می شما بگویم. یعنی رسمی شده کارها یا خیر؟ رئیس جمهور حکم داده کسی را به عنوان سخنگو معرفی کرده. چند سال در وزارت خارجه کار کردین؟ ما حدود 3 سال. همیشه سر و صداهای در تعیینات وزارت خارجه وجود داره. آقای احمدی، شما چگونه آمدین طرف وزارت خارجه؟ ما کسی بودیم که در رسانه ها ظاهر میشده میره، بیشتر خوب است که مردم قضاوت بکنن. از خانواده رسانه هم هستین؟ بله، ما پیش از این هم خبرنگار بودیم، اتفاقا در تلویزیون طلوع هم کار کردیم و پیش از او هم بعضی اوقات در رسانه های چاپی می نوشتم. به هر حال من بار اول رفتم به مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، مسئول مطالعات اروپا و امریکا بودم و پس از او هم به عنوان معاون سخنگو و ریاست اطلاعات آمده وزارت خارجه آمدم و پس از او هم سخنگوی وزارت خارجه بودم و پس از او هم که اتفاقاتی که افتاده که شما در جریان قرار دارین. یکی از اتهاماتی که همیشه از طرف ارگ صورت میگیره این هست که در زمان آقای ربانی در وزارت خارجه کسایی گماشته میشن در سمت‌های مختلف که جمعیتی باشن. شما جمعیتی هستین؟ ببینیم این مواردی که بعضی ها اتهام وارد میکنه تا سیاه رو شود هر کی در او غش باشد. بیاین یک بار ظرفیت هایی که در وزارت خارجه در زمان آقای صلاح الدین ربانی آمده را مقایسه بکنین با هر زمان دیگر. ما براتان با مسئولیت اینجا حرف میزنم. کسانی که در وزارت خارجه آمدن، طبیعتا وزارت خارجه قانون چنین نبوده که همه از یک فیلتر به نام آزمون بگذرن. بله. اما بیشترین دوری آزمون در زمان آقای ربانی بوده و در وزارت خارجه کسانی که استخدام شدن ظرفیت های بسیار خوبی داشتن، تحصیل یافته بودن، زبان بلد بودن، برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره. چون ما اگر قرار باشه مواردی را اینجا بازگو بکنم بسیار زیاد است، شاید از حوصله برنامه شما بیرون شود، اما ما چند مورد میخواییم اینجا بگوییم. ایست که آقای ربانی چند چیزی ماندگار در وزارت خارج از خودش برجا گذاشت. ای که سیاست خارجی افغانستان باید مطابق به منافع ملی افغانستان و البته به گونه طرح شود که خود وزارت خارجه در اون نقش داشته باشه. برای نخستین بار آقای ربانی روی از این تاکید داشت. ما کارهایی هم در رابطه کردیم، یعنی در کل وزارت خارجه فشارهای زیادی بالای وزارت خارجه بود، متاسفانه بهانه‌گیری های زیاد بود. از شروع آغاز حکومت وحدت ملی تا حال یک موردی که همیشه تاکید می شده مسئله اصلاحات بوده در وزارت خارجه. من نمیدانم اصلاحات به چی معنی. ما در وزارت خارجه اصلاحات تدریجی صورت گرفت، البته کارهای به خاطر ظرفیت سازی شده، این سو دیپلماسی وزارت خارجه بورس‌های در نظر گرفته بود که همیشه تعدادی از کارمندان وزارت خارجه به بیرون می رفتن. البته این شامل تمامی بخش ها می شد، از مسائل تشریفاتی گرفته تا مسائل پروتکل و آموزش های سیاسی
و مطالعات استراتژیک تمام این موارد در بر میگرفته. یک ظرفیت سازی کلان در وزارت خارجه شده. ما امیدوار هستم که کسانی با بهانه هایی که البته ما یک مثال اینجا میخواییم بتم بگن، یک روز یک گرگ در بالای تپه بود، چشمه البته در بالای تپه بوده و آب میامد، این گرگ از اوجا آب مینوشید. در پایین تپه، در دامنه تپه، یک گوسفند آب میخورد، آب میگرفت. در موجریان گرگ از بالا صدا میکرد که آب خط نکو، در حالی که گوسفند پایین بود، گرگ در بالا بود. حال متاسفانه قصه وزارت خارجه همی است، آب از جای دیگه خط میشه. ما امیدوار هستم کسانی که دست و آستین بالا زدن تا این ظرفیت ها را به نابودی بکشانن، حداقل متوجه همی باشن که منافع ملی افغانستان نمیشه با این مسائل تعریف کرد. تعریف منافع ملی افغانستان با تهمت و افترا به دست نمی آید. البته منافع ملی افغانستان به این هست که شما به هر شهروند افغانستان حرمت بگذارین و مطابق به قانون و قاعده ای که وجود داره باید با او برخورد شود. ما میتونم براتون بگیم که طلایی ترین دوره کاریم با آقای صلاح الدین ربانی بوده. آقای صلاح الدین ربانی کارهای کلانی در وزارت امور خارجه کرده، از ظرفیت سازی گرفته تا چند برگزاری چند آزمون، اصلاحاتی که تدریجی بود و همگیر بود و همچنین کار برای نخستین بار البته سیاست خارجی افغانستان تدوین شد برای نخستین بار در زمان آقای ربانی، که متاسفانه فکر میکنم یک سال بیشتر است که در پارلمان بند مانده. حالا اگر به عنوان بازم به عنوان سخنگوشان از شما بپرسم، شاید این سوال بر بگرده به خود آقای ربانی که از اونا بپرسم، ولی از شما به عنوان سخنگوشان میپرسم که چرا استعفا کردن با وجود از اینکه اینقدر کارهای خوبی هم انجام دادن؟ ببینین، وزارت خارجه من پیشتر هم گفتم فشارهای زیادی را شاهد بود، اما آدم مبارزه میکنه. بله، یکی از خوبی های کار امی هست مبارزه کردن. آقای ربانی 5 سال ایستاد در برابر تمامی نابسامانی هایی که حداقل ما در وزارت خارجه با چشمی سر می دیدم. موردی که در این روزا سر و صدا ایجاد کرده به نام تفتیش، من فکر می کنم تفتیش اگر قرار است آغاز شود باید از گمرکات افغانستان آغاز شود. تفتیش، جای تفتیش وزارت خارجه نیست. وزارت خارجه به خاطر سیاست خارجی افغانستان کار میکنه. خب چی؟ اگر تفتیش هم باشه، وقت کار شما، فعالیت شما، کسایی که در وزارت خارجه کار میکنن درست باشه، پس از تفتیش کدام نمیترسد؟ اگر هیچ ترسی وجود نداره، اما اینها همه به خاطر فشار دادن است. ما پس از اینکه از ما یک چیزی دیگر هم میخوایم بگویم، پس از اینکه دیگه وزارت خارجه نبودم، دفتر نمیرفتم، اگرچه من کارمند هستم، مالی هم در وزارت خارجه مطابق به قانون در پستم نیستم، اما میفهمین شاید تا 10 روز پیشم من هر روز که از خانه بیرون میشدم میدیدم که به یک شکل چند نفر امنیتی پایین خانه من سر کوچه من استاد است. البته موترهایتان را چک میکردن که چند دانه موتر زره دارید. نه، به هر حال این موارد من چند بار با مراجع مربوطه این موارد مطرح کردم که بیکار خوبی نیست و این که امی برادرای امنیتی را اینجا مصروف نکنین، برن یک جای دیگه به خاطر امنیت مردم بکوشن، چون ما خطری برای امنیت ملی افغانستان نیستم. اما طبیعتاً این موارد به خاطری است که فکر میکنن طرف یک اشاره بتن که شما زیر کنترل هستین و در عین حالی که زیر کنترل هستین به یک شکل گویا بترسانم، اما چون ما در کفشم ریگی نداشتم آن چیزی به نام ترس هم وجود نداشت. بله، تا حالا ماش میگیرین از وزارت خارجه؟ بله، ما فعلا هم کارمند وزارت خارجه هستم. با وجودی که بجای تانم سخنگو تعیین شده، ما ببینین یک موردی است که پستم البته تغییر کرده، اون مورد فرق میکنه، اما ما در وزارت خارجه هستم. پستتان تغییر کرده، در کدام پست دیگه کار میکنین؟ منظورم اینه که من کارمند وزارت خارجه هستم فعلا. خب، یعنی پستتان هنوز معلوم نیست ولی بجای تان کسی دیگه گماشته شده و شما کارمند وزارت خارجه هستین. کارمند وزارت خارجه هستم. چیزی به نام ادعای حیثیت در کارهای حکومتی وجود داره؟ کوتاه
ما موارد زیادی برای گفتن دارم، ما یک بخشش اینجا گفتیم. البته این موارد به خاطر از این ما بیان کردم که کسایی که همین فشار وارد کردن و یا کسی اگه شخصی تصمیم گرفته باید امو حلقه که اینا را در روز اول تشویق کرده بود به چنین موضوعی، به چنین موردی، باید حداقل برش تفهیم بکنن که کار شما غلط بوده از لحاظ قانون و شما نمیتونین که بالاخره نیروهای امنیتی را یا کسی را که کار میکنه به یک شکلی در امنیت به خاطر امنیت افغانستان به خاطر سلیقه های شخصی یا عقده های شخصی استخدام بکنین، جای بفرستین. این کار کار شخصی است، این خلاف قانون است. عزیزای دل، صحبت های ما ادامه دارم. لحظات بعد که برگشتیم روی زندگی شخصی آقای احمدی صحبت خواهد کردیم، ای که چی گفته هایی دارند و درباره زندگی شخصی خود چی موضوعات را یاد میکنند. وقت داریم، برمیگردیم با ما باشه. ممنون که تا این دم همراه ما هستیم در برنامه سراچه. عزیزایی که جدیدن پیوستن، اول خوش شما را خوش آمدید میگیم و دوم تا آخرین دم در برنامه با ما همراه باشین. آقای سبقت احمدی هنوزم در استیدیو با ما هستن. در چند سالگی وارد کار شدین شما؟ ما رسمن سال حدوداً 10 سال پیش. چند سال داشتین؟ حدوداً 24 سال. آل 34 سال عمر دارین؟ 35 میشه. 35 میشین؟ سالگری تلگاه تجلیل کرده؟ فکر میکنم یکی دوبار. زمانی که من البته در اون زمان محصل بودم در هند، رفیقای می کارا کرده بودن، خودم نه. در خانه هیچ وقت تجلیل نکرده؟ خانه هیچ گاه نکردیم. خب ما با قول معروف امو سعی قشلاقی هستیم. قشلاقی؟ یک تبریکی عادی هم کسی نمیته براتان دیگه؟ نه. خیر، از مادر اولادای توقع رو نباید داشت. گاهی اوقات قارا میشه سرتان؟ طبیعی در زندگی چنین چیزای اتفاق میفته، طبیعی. یعنی از این سوالم به معلوم شد که ازدواجم کردین؟ بله. پدر چند فرزند؟ من 4 فرزند دارم، 3 تا پسر 1 دختر. فرزند کلانم حدودا 9 سال است، مسیح نام داره و از او حدودا، از او خردترش حدودا 7 ساله است، 6.5 شده که یحیی نام داره و پس از او هم ابراهیم است، 4.5، و 9 ماه هم یک دختر دارم، پرنیان. چقدر در نام گذاشتن برای اولادایتان مادرشان سهم داشته؟ باید بگویم که سهم زیاد داشته مادرشون. البته با پسرای این 3 نام پدرم انتخاب کرده بود. البته پسر اولم که تولد شده بود مسیح، او 3 نام گفته بود، از هر کدامش ماندین باز خدا بیامرزدش درگذشت. پس از او هم من 2 نام دیگه ایرم که به مسیح انتخاب کرده بود، یحیی و ابراهیم بود. من سر پسرهای دیگه ماندم و دخترک هم که مادرش هم امیره میخواست و من هم، یعنی مشترک بود، اما طبیعتا بیشتر تاکید او بود. در انتخاب مادرشان شما چه قصهیم بودین؟ من باید بگویم که من زمانی که نامزد شدم برمیگرده به یک دوری بسیار دور، یعنی زمانی که من اتفاقا مکتب میخوندم، دور مقاومت بود و من فرزند کلان پدرم بودم و هر زمانی که پدرم می دیدم بیشتر اوقات خودش انتظار از این داشت که شاید آخرین دیدارش با خانوادهش است. وضعیت به همین شکل بود و به همین خاطرم یک روز به من سر نان بودم که گفت، به مادرم گفت که بچه‌ت پیر شده. و من نفهمیدم اول. ما گفتن چطور اینا؟ گفت که بچه تا زن نده. ما بسیار خجالت کشیدم اون زمان. به هر حال خب از پدر و مادر طبیعی است، ما هم یک حیای میانمان بود و به هر حال بالاخره ما نامزد شدم، دور زیاده هم نامزد ماندم، پس از او هم ازدواج کردم. چی جالب است، وقت خجالت میکشید، حالا درباره صحبت میکنید خجالت نمیکشید. زمانه فرق کرده. در آینده راه کدام سیاست مدار دنبال میکنین؟ طبیعی هر کسی به خودش هدف داره. من هم اهداف خودم دارم، اهداف بلند مدت، و من میدانم به اهداف من میرسم. بزرگترین آرزوی در دل داشتیتان که هنوز برآورده نشده و بسیار براش زحمت میکشین تا برسانین خود چی است؟ معلومی سیاسی خوندم، کار سیاسی میکنم و همون قدری که یک سیاست مدار
میخواد بالا بره و ما هم میخواییم. در آینده ها شما را به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیدا خواهد کردیم؟ شاید یک روز با پیشینه سارنوالی رفتن. شاید یک روز چونین، بله یک روز چونین خواهد شد. رای دادین در روز انتخابات؟ من نمیبینم رنگ انتخابات هنوز هم در گشت شد. رنگ میرفت اما میخواییم چیز جالبی دیگر هم بگیم براتون که پس از این که من ثبت هم کردم در روز انتخابات رفتم نام پیدا نکردم. نامتان پیدا نکردین؟ شما هم یکی از کسایی بودین که در روز رای دادن نامتان پیدا نشد. متاسفانه. البته پس از او مگ نشست خبری داشتم. یه همکارا خبرنگارا که آمدن من گفتم اگه این مورد خبری شد و شاید بساز زشت باشه گفتن دستت رنگ نداره گفتم یک چنین چیزی متاسفانه خب حتما شما ای زده بندها خب پسان پیدا شد پیش از او کدام کار انجام نداده بودین شما نتانین رای دادن محروم شده باشین من اتفاقا هیچ وقت و به هیچ وجه گپ شخصی نزده بودم من امروز هم چیزایی که گفتم به خاطری بود که متاسفانه فشار به حدی دوامدار بود که شما یک کسی را دنبال بکنین که عملا به هزار و یک جنایت دست داشته باشه بله بدون هیچ اساسی من همیتون یک احساس داشتم و می دانستم که موارد شخصی هست و چند نفری شاید در حلقای بالایی حکومت چون این تصمیم گرفتن و این چند نفر نمیتونه نمایندگی از کل نظام بکنه طبیعتا من هم به عنوان یک شهروند حق دارم موارد ما بیان بکنم به عنوان یک شهروند شما نظرتان بیان میکنین بله یک شهروند افغانستان آل سعیست کدام وقت به صفحه آقای مرتضوی در چند روز سر زدین دربارتان چیزی ننوشته بودن؟ ما در این روزا ندیدیم این روزا بیشتر تو که از قید قلمشان باز مانده بوده البته یک چیزی بگویم که آقای مرتضوی دوست قدیم هم است این که در سیاست چی کار میکنه خب او کار خودش است و به هر حال روزهایی که ما با هم مینشسته من خاطرات خوبی دارم از آقای مرتضوی زمانی که معاون سخنگوی رئیس جمهور بود ما جلساتی با هم می بودیم گپ می زدیم می خندیدیم از آقای صدیقی چطو؟ از این بگوین آقای صدیقی خود ای اواخر آمد ما بیشتر با آقای چخانسوری که سخنگوی رئیس جمهور بود آدم اصولگرا بود و اصولی که به عنوان سخنگو باید می بود همیشه مد نظرش بود من روابط خوب داشتم و البته ما با هم به عنوان سخنگوهای حکومت کارهای خوبی کردیم و این همیشه در خاطرات ماندگار خواهد بود بیاین حقیقت را بگوین همه ما باید این شهامت را داشته باشیم درباره خوبی ها و بدی های کار ما صحبت بکنیم و حقیقت را بگوین چقدر کارتان راضی هستین چه کارهای خوبی کردین و چه کارهایی را نباید میکردین که انجام شد از پیشتان من از کارم راضی هستم کاری که انجام دادیم تا حال البته وزارت خارجه طبیعی است که زمانی که شما از آدرس وزارت خارجه گپ میزنین از آدرس کل افغانستان گپ میزنین از کل نظام گپ میزنین ما تا حال هر گپی که زدیم مطابق به اونمو پالیسی لاینی بوده که وزیر خارجه برای ما میداده من راضی هستم کاملا راضی هستین؟ بله بدون تردید بیکی دل ما جمع باشه هیچ چیز پنهان نمیکنین؟ نه یکی از رازهای رکتابال به هیچ کس نگفتین در برنامه ما قصه کنین البته چی راز باشه اون رقمی که باشه راز از دکه مکه میفهمیدیم خودم میگفتم من چند راز گفتم که تا حال ننوشته بودم البته گفتم برتان چی فشارهایی که پس از این که اون موارد شد بالای ما بود من یک بخش گفتم فکر میکنم این رازی است که من نه در فیسبوک نوشتم نه در توییتر نوشتم و اینجا هم به عنوان یک شهروند افغانستان همیشه تقریبا حداقل بیان کردم مردم باید دانستن که پس از او چه اتفاقاتی افتاد و چیزی که شما در یک حکومت دموکرات یک حکومتی که به اساس رأی مردم باید بیاید حکومتی که هر روز شعارش آزادی بیان باشه و در عین حال اصولگرایی و قانون و قاعده برش مطرح باشه چون این مواردی را میبینیم طبیعتاً تأسف بار هست بله. چون این موارد باید در حکومتی بیاید که کاملاً یک کسی در اصلش است تمام موارد یک نفر تصمیم میگیره حکومت استبدادی هست و هر چی دلش خواست میکنه متاسفانه
چیزی را که ما شاهد بودیم به عنوان یک فرد، ما چون این موردی را شاهد بودیم که در این حکومت به عنوان یک کارمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ما یک چنین برخوردی میشه. یک وقفه کوتاه داریم عزیزا، مثل همیشه زود میریم و زود برمیگردیم، با ما همراه باشید. تشکر از همراهیتان عزیزا، برنامه ما ادامه دارم. در دوران نوجوانی آدم خیلی خونگرم می باشه، اندکترین گپ باعث میشه اکثر آدم یک موضوع بد بخوره و پرخاشگری بکنه. شما چطور؟ گاهی پرخاشگری کردین؟ کس را زدین یا نه؟ ما باید اینجا رو راست باشم. یک دوره بوده، هر کسی او دوره را داره که امیدوار هستم که پس از این، چون ما در دور جنگ بزرگ شدیم، بله پرخاشگری هم داشتیم در زندگیم. اتفاقا البته از آخرین موارد بوده، در هند بودیم. در هند؟ بله، با یکی از دوستام. البته من به خاطر او دوستم با کسی دعوا شدم، چون یک تصادف شد، تقصیرم از طرف دیگه بود. ما در موتورسیکل بودیم و دوستم رفت که از طرف عذر بخواه، چون او یک جسامت کلان داشت، به عوض از اینکه عذری از ایره بپذیره مسئله خاصی هم اتفاق نیفتاده بود. یک کمه که تصادف سخت نبود، فقط همین که ما هم افتادیم، او هم افتاد. یک تیلگکان شد به اصطلاح. او البته آمد و بجای از اینکه معذرت از ایره بپذیره با سلی زد. من پیش که رفتم دیگه با ما هم تحمل نکردم، من با مش زدم. پشتیبانی کس را کردین؟ بله، کسی که با ما بود. با مش زدم در صورتش، باز همینجا درگیری آغاز شد. اتفاقا یک چیزی بود که خودم هم نمیخواستم انجام بتونم، یک بار اتفاق افتاد. کنترل کردن نتونستین به اصطلاح. به خاطر ازی بود که واقعا این دوستی که با ما بود، یک بچه بسیار خوب و درس خوان بود، آل امریکاست، نیویورک است، و این آدم رفت که عذر بخواهد. تقصیرم از طرف از او بود، چون یک جسامت کلان داشت، احساس کرد که باید بزنم. ورزشکار بود؟ او که ورزشکار بود نبود، من نمیدونم. و همی جریانی که رزد شاید 5 ثانیه تفاوت کرد که من با مش زدم، دیگر نشد. امو آدم جسامت کلانه؟ همی تو یک دعواهای شده، البته اتفاق میفته. من دوستم ندارم برای کسی اتفاق میفته و با خودم هم، چون جنگ چیزی خوبی نیست. او زمان ما محصل بودیم، خونگرم بودیم و اتفاقا من دعوج هم از یک موضوع حق دفاع کردم. اینا خلاص فرض کنین جان سینا را زدین دیگه. نه به اون حد نبود. آخرین موردش هم در وزارت خارجه بود. البته این پرخاش نبود. نه دیگه، در این سه سال هم دل تالست پرخاش گرد کنین، لطو کوب کنین یکی دیگه. نه منظوری که اینجا دیگه متاسفانه میشه بگویم که خلاف اخلاق سیاسی و کسایی که در نظام کار میکنن برخورد شخصی. حالا من منتظر بودم که بگه نه دیگه، بازیکار خلاف منافع ملی میشه، تا خاطر نشد. البته یک مورد دیگر هم باید بگویم اینجا که از نظر 50% حکومت، حالا من سخنگوی وزارت خارجه هستم، 50% حکومت مرا نمیدونه، اما این جنجالا که میان دو رهبر حکومت وحدت ملی هست، او مال خودشان، اما قصه همینطور است دقیق. با رفتنتان به سمت وزارت خارجه، بیاین اجتماعی صحبت کنیم. چقدر در اجتماع براتان سخت تمام شد یا آسان تمام شد؟ یعنی منظورم که چقدر قید شدین؟ چون چهره شناخته شدین، مردم شناختتان و اینان. اصلا تفاوتی نکرده. پیش از این هم گهگاهی کوگردی میرفتم، حالا هم میرم با بعضی دوستان. بعضی اوقات همون رقمی که گهگاهی با رفیقای میبرامدم، با اصطلاح هم چکر میزدم، حالا هم یک چنین چیزی است در جریان. از این وقت هم ترکاری خریدن میرفتین؟ حالا میرین؟ قطعا، من تمامی سودای خانه را خودم میارم و اتفاقا چیزی که از خانه در بیرون کار میباشه خودم انجامش میدم. این به خاطر این کار انجام میتین که پول در خانه نتین، مصرفش زیاد نشه، یا ای که خودتان میخواین خانمتان بیرون از خانه نره؟ مسئله ایست که یک برادرم هست، تازه دوره دانشگاهیش آغاز شده، به خاطر اینکه او درستر به درسش برسه. و البته چیزایی که از کوچه و دکانی گپایی که در محله من از پیدا میشه معمولا او میاره. خب اما کمی دورتر که باشه خودم میکنم این کارا.
خب مسئولیت پذیر هستین به عنوان اولاد کلان خانواده دیگه عادت کردین؟ بله من فرزند کلان خانه هستم، طبیعتاً به مواردی باید بپردازم. کسایی که فرزند کلان خانوادهشان است به این جمعت من کسایی هست مرا بیشتر درک میکنن. یک سوال ما جواب بتین، در روز عروسی تان سر حق و مهر چقدر جنجال شد؟ بالاخره از چند به چند رسید؟ من راستش براتان بگویم هیچ جنجالی نشد، چون پدرم با خسرم دوست بودن و ما به یک نوع فامیل هم بودیم. اتفاقا چیزی به خاطرم نمی آید که جنجال شده باشه. کدام وقت زیر تاثیر رفتین؟ در کجا چگونه مثلا؟ در کل در زندگی. من بار اول که خبرنگار شدم اولین برنامه برنامه زنده بود. اتفاقا مرا همکارا همی آقای سمی مهدی صدا کرد که ده هواستی، اما همی که امیره گفت من با وجودی که گپ میزدم احساس میکردم واقعا ده هواستم. در زمین نامده چون اولین برنامه زنده بود، برای یک 4-5 دقیقه یک فشار کلان احساس کردم، باز گم شد. خب بسیار خوب، وقتی که زیر تاثیر میرین هر کس عکس العملشان متفاوت میباشه. از شما چی رقم است؟ مثلا من که زیر تاثیر برم صدایم بسیار بلند میشه، یعنی یک راز خدا من گفتم. شما چطور؟ ما میخوایم یک خاطره را اینجا براتون بگویم. یکی از دوستای دیگه ما که خبر میخوان، البته خبر پشتو را میخوان، نامش وحید بود. ما اومدم که برنامه زنده ای هم در خبر رفته و در می آخر پیش از اینکه خداحافظی بگویه ای بیهوش شده بود، دمی میز افتاده بود و این بیرون آوردن. یکی مورد بود، یکی یک کسی دیگه که از همکارا بودن، ای از استودیوم بیرون شده بود، عرق کرده بود، سرخ گشته بود، هوا هم تقریبا سرد بود. خودش هم پکه کده میرفت که زیر فشار هستم. دیگه از کامره هم بیرون شده بود. این موارد مواردی بوده که شما شاهدش بودین، چشم دیدتان است. اما ما اینطور نشدیم گاهی. هیچ وقت. به این حد نه. با مادر اولادم اولین بار که مقابل شدین زیر تاثیر نرفته بودین؟ نه. اولین بارم که به عنوان سخنگوی وزارت خارجه کنفرانس دادین، صحبت کردین، زیر تاثیر نرفته بودین؟ چون من با کامره عادی بودم پیش از این. کامره باز تا سمتتان فرق میکرد. این طبیعتاً هیچ تأثیری نکرده بود. کدام وقت وزیر صاحب سرطان قاش شده بود؟ ببینین یک صفت خوبی که وزیر خارجه داشتی بود که در کارش بسیار جدی پیگیر بود و در این حال بسیار رفیق بود. ما بسیار حرمت دارم برش. کاری که ما با آقای ربانی کردیم، البته برخوردش برخورد وزیرگونه نبود، برخوردش برخورد در بیشتر اوقات رفیقانه بود و مواردم بسیار با احترام بیان میکرد که مورد شوه نشوه. طبیعی در کارا بعض اوقات اتفاق میفته. بله. اما رو در رو هیچگاه ما آنچنان قهر ندیدیم که احساس کرده باشم که برخوردی بکنه که آدم ناراحت شود. خب این چیزایی که در کار اتفاق میفته و در درون خانواده هم است، در کار هم است، در هر جا است. یعنی یک مدیری فوق العاده خوب بوده از هر لحاظ. برمان آخرین سوال، خواستت از حکومت وحدت ملی چیست؟ من خواست مشخص ندارم، امیدوار هستم پس از این مصاحبه تاوال مرا سارانوالی نخواسته، پس از این مصاحبه نشود که از دادستانی کل با ما زنگ بیاید که خودت جلب هستی و دیگه بگن که تو حاضری تا دیگه امضا نکن وزارت خارجه. انشالله که این گفت اتفاق نیفته. ما بسیار خوشحال شدیم شما را امشب در برنامه داشتیم، بیشتر شناختیم اتان. یک جان ممنون که حضور پیدا کردیم. از شما هم سپاسگزار و از دوستانی که اینجا حوصله کردن و گپای ما را شنیدن و از بیننده های تلویزیون طلوع. از شما بیننده های عزیز هم یک دنیا ممنون که تا این دم همراه ما بودین. بحث ما با مهمان در همینجا به پایان میرسه و میریم به طرف آخر برنامه که آهنگ داریم براتون. موسیقی خواهد بود، با ما باشید. قسمی که پیشتر براتون گفتم قرار است که بازم در آخر برنامه آهنگ داشته باشیم و خوشبختانه که جاوید جان سمیر در استودیو داریم. خوش آمدی جاوید جان. زنده و سلامت باشین. اولتر از همه سلام به تمام حاضرین در تالار، سلام به شما و یک سلام و گرم به تمام بیننده عزیز که فعلا ما رو بیننده هستن. تشکر. قرار است کدام آهنگ با تیم یک جا بسرایی؟ البته یکی از آهنگای فولکلور است، ما از زبان وای جان صابری ما شنیدیم. کدام آهنگ؟ ابرو اگر بباره.
مقصد شبانه داره در بین خود دیگه. بله. پشت کدام شبانه خودت نشدی؟ نه خیر نه. خلاص مقصد گپی نباشه. پس با هم یک جا میشنویم. درسته؟ درسته. ممنون از شما دوستایی که تا این دم همراه ما بودین در سراچه امشب. تا هفته بعد که بازم با یک مهمان و یک آهنگ مهمان خانه شما دوستا میشیم. شما رو بالله یک تا امانت میکنم و از آهنگ هم لذت ببرین. تشکر از همه. اگر بوارا زمین نگل بکارا پرنده ها بفونا